و بزرگترین منبع خاویاری جهان و خاویار گرانبهاترین ماده غذایی که بشر تاکنون بدان دست پیدا کرده، با طعم جادویی، عطر بی‌نظیر و سرشار از امگا 3. شفافیت و جلای خاویار، ظاهر فوق‌العاده آن و طیف بی‌نظیر رنگ از خاکستری و طلایی تا مشکی، همگی نشان از ممتاز بودن خاویار دریای مازندران دارد که در سطح دنیا با عنوان خاویار ایران شناخته شده است. اما متاسفانه صید قاچاق و بی‌رویه این مروارید سیاه خزر و آلودگی آب دریا در اثر ورود انواع آلاینده‌های صنعتی باعث شده تا نسل ماهیان خاویاری دریای مازندران در معرض خطر جدی قرار بگیرد. اسحاق اسلامی هستم، سرمایه‌گذار بخش ماهیان خاویاری کشور. کارمون از سال 1381 با دو تا استخر به قصد 5 متر مجموعاً 40 متر مربع شروع کردیم. ماهیان خاویاری ثروت ملی ایرانه. ارزشمندترین گونه های دریایی دنیا رو ما داریم. اینجا پرورش میدیم و افتخار میکنیم که مجدداً داریم برند خاویار ایران رو به جهان برمیگردونیم. 27 نوع خاویار در جهان شناخته شده است که دریای خزر با سهم 93% 5 گونه مهم از این ماهیان را در خود جای داده است: فیل ماهی، ماهی شیب، ازون برون، تاس ماهی روسی و تاس ماهی ایرانی یا قره برون با خاویار طلایی و بسیار گران قیمت. ما تا سال 87 هم کار ماهیان سردبی انجام میدادیم. در کنار ماهیان سردبی شروع کردیم به تولید ماهیان خاویاری از سال 85. احداث واحدهای این شرکت تعاونی: مزرعه سمندک ساری، واحد تولید گوشت ماهیان خاویاری با ظرفیت 200 تن در سال. واحد تکثیر مزرعه سمندک ساری با ظرفیت 1,000,000 قطعه بچه ماهی خاویاری در سال. واحد تولید و تکثیر مزرعه حسین آباد ساری با ظرفیت تولید 500,000 قطعه بچه ماهی خاویاری در سال. واحد تولید خاویار و گوشت گلدشت جویبار با ظرفیت 30 تن خاویار و 2,000 تن گوشت ماهیان خاویاری. واحد تولید خوراک ماهیان خاویاری در گلدشت جویبار با سردخانه 5,000 تنی و ظرفیت تولید 11,000 تن غذای ماهیان خاویاری در سال. بنابر بیلان مالی این مجموعه ها، جمع کل هزینه های احداثی این واحد ها از سال 1385 تا سال 1395 2,030 میلیارد ریال بوده است. جمع هزینه های جاری طرح و نگهداری ماهیان در همین بازه زمانی 1,200 میلیارد ریال و جمع هزینه های سرمایه احداثی و جاری 3,200 میلیارد ریال بوده است که از این میزان فقط 250 میلیارد ریال بابت تولید زیرساخت ها و 125 میلیارد ریال به عنوان تسهیلات جاری به کمک دولت و به صورت وام تأمین گردیده است. واحد سمندک ما تولید 200 تن گوشت ماهیان خاویاریه که ما سال 85 اولین واحدی که افتتاح کردیم همین واحد بود، 200 تن گوشت ماهیان خاویاری، و به سبب نیاز کشور به بخش ماهیان خاویاری اولین واحد تکثیر ماهیان خاویاری هم تو سال 90 اینجا به بهره‌برداری رسید. تو واحد مجاور هم هستم. ما تو واحدی که تکثیر داریم 1,000,000 قطعه بچه ماهی در سال میتونیم، بچه ماهی خاویاری در سال میتونیم تکثیر بکنیم. خاویار ایران دارای بالاترین رتبه در جهان است که محصولی صادراتی و ارزاور برای اقتصاد ما محسوب می شود. ارزاوری ماهیان خاویاری را می شود به گونه بی نظیر دانست، چرا که هر کیلو خاویار ارزش اقتصادی معادل 6,000 لیتر نفت خام با قیمت 100 دلار دارد که می شود گفت تا
تقریبا هر یک گرم خاویار ایرانی معادل یک بشکه نفت ارزش اقتصادی دارد. واحد حسین آباد مأموریتش تولید 1,000,000 قطعه بشکه ماهی خاویاری در ساله. اونجا ما از آذر ماه شروع به تکثیر میکنیم. تو 3 الی 4 مرحله تکثیر میتونیم به 1,000,000 قطعه بشکه ماهی برسیم و از واحدهای بسیار مدرن و بسیار بروز دنیا است. که در انکوباتور تبدیل به لارف شدن، وارد یه سری لگن‌های پلاستیکی که اصطلاحا ما بهشون میگیم ونیرو، وارد اونجا میشن. در اونجا در ابتدا از همون کیسه زردشون تغذیه میکنن. بعد اینکه این کیسه های زردشون جذب شد و یه کمی مونده که تموم بشه، ما تغذیه با غذای زنده رو شروع میکنیم. اینجا هم سالونی داریم که غذای زنده رو خودمون تولید میکنیم و بعد از اون یه مقدار که رشد کردن وارد استخرهای بتونی میشن. اما غیرت ایرانی و همت مردانه دلدادگان این آب و خاک، مروارید سیاه خزر را در صدف حیات اقتصادی حفظ کرده است. تجربه گذشتگان و علم و اندیشه جوانان در هم آمیخت. آستین‌های همت و غیرت بالا رفت تا مجموعه‌ای شکل بگیرد که در این راستا با هدف حفظ ثروت ملی گام بردارد. مجموعه که داریم اونجا واحد گلدشت چفکگوز جویبار ماست. مجموعه در 50,000 متر مربع زمین احداث شده با زیربنای 42,000 متر مفیل آب و قدرت تولید 30 تن خاویار و 2,000 تن گوشت در سال داره. با مولدهایی که با ما مولده مادهی که با ما میشه داریم، انشالله از سال 97 بعد بیش از 50-60 تن خاویار رو میتونیم تولید کنیم. اینجا ما هر 5 گونه مایان خاویار یا مازندران رو نگهداری میکنیم. بلوگا یا فیلماهی، قرهبرون یا پرسیکوس رو و چالباش ماهی، تاسماهی روسیه، شیب و ازنبرون رو اینجا ما نگهداری میکنیم. احیای ماهیان خاویاری دریای مازندران و کیفیت بخشی به خاویار پرورشی ایران، استفاده بهینه از ظرفیت آب دریای مازندران و بهره برداری مناسب و سودآور از تک تک اجزای ماهی به عنوان محصولاتی مستقل، بخشی از اهداف بلند این مجموعه ها به حساب می آید. وقتی ماهی اینجا اومد 1-2 سالی باید بمونه تا تفکیک نرز ماده بشه. این ماهی ها وقتی رسیدن به مرحله مولدین، غذای با پروتئین بالا و کمتری مصرف می کنن. کیفیت ممتاز و ویژه آب دریای مازندران در فوق‌العاده بودن خاویار این گونه از ماهیان تأثیر زیادی دارد. به همین خاطر در این مجموعه و با همین استراتژی تماماً از آب دریای خزر استفاده می شود. اینجا کارخونه خوراک ماهیان خاویاری شرکت قرهبرونه که کارخونه 11,000 تنی، یعنی تولید سالانه 11,000 تن داره و در زمین به مساحت 3 هکتار قرار گرفته. این مجموع کاملا تموم شده است، فقط قسمت تولید خوراکش مونده که حدودا 5% باقی مونده، فقط نصف دستگاه است که انشالله تا 20 روز آینده این استارت میده. منهای ارزشی که کاویار، گوشت ماهی و پوست داره، این ماهی 9 محصول دیگه میره الان دورریده در کشور.
خاویار ما میره اون برای آب، اون برای دنیا، اونجا قیمت میخوره. به این خاطر نیازه، نیاز کشور ماست. کما که وقتی پالایشگاه نداشته باشیم ما بنزین نداریم، مجبوریم وارد کنیم. این پالایشگاه بخش خاویاری کشوره که باید انجام بشه، انشاءالله بتونیم از اینجا به تمام دنیا صادرات داشته باشیم. مشتریای بسیار خوبی هم الان میان، ما از خود آمریکا، از آلمان، از فرانسه، از کشورهای عربی، از روسیه، خواستار و خریدار خاویار ما. من با عروسان، با دختران، با دامادان بی نهایت رفاقت دارم. عرض کردم که من سرلوحه کار اون با قول ما تیرک خیمه ما، آشانه ماست که بچه ها دورش هستن. خب منم ارتباطم خیلی صمیمیه. بهزاد اسلامی هستم، فارغ التحصیل رشته الکترونیک و توی کار پرورش ماهی بنده مدیریت پرورش رو به عهده دارم. محبوب اسلامی هستم، دختر بزرگ آقای اسلامی هستم، کارشناس ارشد شیلاتم و مسئول تکثیر و پرورش در این شرکت هستم. محمد مهدی اسلامی هستم، رشته تحصیلی عمرانه و در این شرکت هم مدیریت ساختساز شرکت براتو دارم. خدا اسلامی هستم، فارغ التحصیل رشته کامپیوتر، مسئول حسابداری شرکت. حامد اسلامی هستم، فارغ التحصیل رشته کامپیوتر، مدیریت اداره مالی شرکت براتو دارم. نجمه اسلامی هستم، فارغ التحصیل عمران، طراح واحدهای مجموعه مدیریت. سمیه نجف‌زاده هستم، فارغ التحصیل رشته شیلات، عروس بزرگ خانواده هستم، کارشناس تکثیر و پرورش ماهی. محمد جاجیمی هستم، کارشناس معماری، کار ساختساز شرکت. زهرا بهبودی، فارغ التحصیل رشته صنایع غذایی ام، کارشناس تغذیه. محمد لعیانی هستم، فارغ التحصیل رشته شیلات، کارشناس تولید. محمود لعیانی هستم، رشته مهندسی متالورژی، مدیر فنی شرکت. من معصومه بنفتی، مادر خانواده. سالانه فروش ما اینجا 1400 میلیارد تومان میشه. شما ضرب در دهش کنید به 14000 میلیارد تومان. و حالا این مجموعه با 14000 میلیارد سرمایه تنها به دنبال بازگشت این ثروت عظیم ملی به دریای مازندران است. ما پول نداریم. ما پولامونو یه هزاری بگیریم یه روش میزنیم. همش در حال ساخت و سازه و فکر میکنیم ساختن باعثه که ما فسیل نشیم. آرزو دارم که مجدداً دریای مازندران پر از ماهیان خاویاری بشه تا به ثروت ملی کشور افزوده بشه. ما میتونیم کمک بکنیم به بازسازی ذخایر دریای مازندران، البته با همکاری دولت محترم انشاءالله.